تولد دی بالاخره آینه تمام نمای پدر و مادر است بله که بله رفتار از اونو، گفتار از اونو، کردار از اونو هم میگیره، اولاد خود نشان میده. اولین آسیبی که اختلاف و تعارض در خانواده میرسانه در اولاد همین است که الگوگیری منفی میکنه. بله وقتی بله مادر و پدر بین خود قهر کنه، بین خود کدام ناسزا بگویه، بین خود بالاخره لجبازی کنه، هم میگه از این اولاد یاد میگیره و اول سر خواهر برادر خود پیاده میکنه. شاید خیلی وقتا والدین گله داشته باشه که مولودای ما بسیار بین خود جنگ میکنه، بله سر خود فریاد میزنه، اینا یا لتوکوب میکنه، این بچه اینا از کجا یاد گرفته. خب اول به خود نگاه کنه ببینید آیا شما وقتی که با شوهر خود اختلاف دارین، مشکل دارین، چه رقم حل میکنین؟ اگر شما بین خود داد و فریاد میکنین، انتظار نداشته باشین که اولاد شما آرام باشه. اگر شما لتکوب میکنید، انتظار نداشته باشین که اولاد شما لتکوب نکنه. هر رقم که شما هم اختلاف خود حل میکنین یا بروز میدین، همون رقم اولاد شما هم در خانه، در مابین سرک، در مابین مدرسه، اون رقم خشم خود نشان میده. درست. خب یک از پیامدهایی که داره می اختلاف والدین، بی اعتبار شدن والدین است. چرا که وقتی پدر و مادر بین خود گفتگو کنن، سر صدا کنن، صدای خود بلند کنن، یا خدای نکردن ناسزا دشنام فحاشی داشته باشن، خب اینا انتظار نداشته باشن که سوار در آینده اولاد از اینا گپ از اینا رو گوش کنن. خب وقتی خود فرد، خود پدر و مادر، زن و شوهر وقتی که خدای نکردن ناسزا میگی، خب اولاد تو وقتی یک ناسزا گفت تو سر از قارشه که چرا بچه‌م ناسزا گفتی، یکی نمیشه دیگه. وقتی شما میگین قطعا اولاد خود تو یاد میگیره. و این وقتی که شما اگه بگی این کارا نکو، ناسزا گفتن خوبش نیست، این رقم گپ نزن، خب شما اعتباری دیگه پیش اولاد نداری که گپ شما نمیچله به قول معروف. هم در خود خواهم خانم علیزاده نگاه بکنیم، وقتی که مثلا به یک جای موریم، یک نفر در برابر از ما باشه که نمو فرد از سبا تا بگار در فحاشی باشه، در گپ نادرست زدن باشه، در سرصدا باشه، تو شما فهمیدین در غال مغال باشه، خو این فرد قطعا در چشم از ما او هیبت و هیمنش میشکنه دیگه، ارزش و اعتبارش کم میشه. باز توقع داریم که ما به عنوان پدر و مادر هر کار که دلم است بکنم و بچیم یا دخترم چون که خرد است، ما همیشه در چشمش هیبت داشته باشم، همیشه در چشمش عزت و احترام داشته باشم. دقیقاً اون بزرگی، اون هیبت، اون احترام، اون حرمت میشکنه، بی اعتبار میشه پدر و مادر. ببینین شما پدر و مادر عزیز، وقتی با هم اختلاف دارین، حداقل یک جلو اولاد خود بروز ندید. من در برنامه های دیگه هم بسیار گفتم که بسیار متاسفانه در خانواده های ما مردم رواج داره که میگیم امی اولاد مشغول تلویزیون خود است، یا مشغول خود می نویسه، یا فکر میکنم نمیفهمه، یا خورد است نمیفهمه، گوشش هوشش در جای دیگه مشغول کار خود است، و ما متاسفانه بین خود نزاع میکنیم و قهر میکنیم، یا بالاخره گپ و گفتی که بلند میکنیم، متوجه نیستیم که اولاد ما درسته نگاه نکنه، گوشش میشنه، بله درسته که مشغول بازی باشه، حواسش هست، و نمیفهم چه رقم است که نمی اشتوکا بسیار هوشیار هستن، از آدم کچک ده اشتوکا هوشیارتر هستن. خیلی وقتا اصلا دخترها نقل میکنه که ما پدر و مادر ما جنگ میکنه، سر برای هم ناسزا میگه و ما میمونیم چیکار کنیم؟ خب دیگه اعتبار نداره. و یکی دیگه از عواقبی که داره همین فشار روانی خانواده رو بسیار زیاد میکنه. ببینید وقتی خانه یک فضای آرام داشته باشه، وقتی یک آرامش حاکم باشه در خانواده، همین اولادها از هر جایی که از خسته گفته، از مکتب میه، از سرک میه، در خانه آرام میگیره. چرا؟ که میگه بریم در خانه که یک آرامش پیدا کنیم، خستگی ما در شبه و کنار پدر و مادر یک لبخندی بالاخره یک آرامش داشته باشیم. متاسفانه در خانواده هایی که نزاع باشه، اختلاف باشه، خب اولاد بسیار هم خسته میای خانه، باز بریم که پدر مادر امروز چی جنگ میکنه، باز بریم که سر صدای پدر و مادر بشنویم، باز بریم که امروز چی برنامه است در خانه. و باز مقایسه خانم دلزده ممکنه که بکنن با دوستای خودشان، با خانواده دیگه افرادی که هسته، باز نمی به یک حس ناامیدی برای اولاد ایجاد میکنه که چرا فلانی که یک دوستی از ما پدر و مادرش این رقم با هم رفتارشون خوب است، از چانس اصلا پدر و مادر از ما این رقم هستن. باز افسردگی و ناراحتی و دیگه دیگه دولاد میشن. خیلی از پدر و مادر میگن چرا می اولاد ما خجالتی است؟ چرا می اولاد ما افسرده است؟ بچون اولاد ما چرا پرخوشگر است؟ بچون چرا گپ خود نمیزنه و بسیار هم تو مرموز است، حرف خود نمیزنه؟
خب این رو نگاه کنید، کمی به زندگی خود دقت کنید که آیا شما که مشکل دارین در زندگی خود چه رقم حل میکنین، چه رقم مشکل خود بیان میکنین، چه رقم ابراز میکنین که تاثیر از این گاهی روی اولاد به این شکل است که اولادم پرخاشگر میشه، اولادم ناسزا میگه، اولادم بسیار صدای خود بلند میشه میکنه، گاهی وقتا اون روح و روان از او آسیب میبینه، بسیار یک بچه آرام افسرده مظلوم میشه که حق خود گرفتن نمیتونه، گپ خود زدن نمیتونه و شما مادر غصه دار میشه چرا می اولاد من این رقم است.